در میان شیعیان زیارت اربعین سید و شهده علیه السلام که روز بیستم ماه سفر است شهرت بسیار زیاد دارد مشایع یا پیاداروی و راهپیمایی اربعین از آینهای شیعی است که در روزهای منتهی به بیستم سفر برگزار می شود و از گذشته های دور در میان مردم عراق به عنوان یکی از رسوم دیرینه تا به امروز برگزار شده است با هم گزارش علی اکبری را ببینیم روز بیستم ماه سفرال احسان روزی است که خاندان امام حسین از شام به مدینه آمدند و این روز همان روزی است که جابر ابن عبدالله انصاری به همراه عطیه برای زیارت مرقد متحر امام حسین علیه السلام به کربلا آمد و او نخستین کسی است که قبر متحر آن حضرت را زیارت نمود مشهور میان علمای امامیه آن است که سر مبارک حضرت سید و را امام سجاد علیه السلام پس از چهل روز از شهادت ایشان در روز اربعین به بدن متحر در کربلا ملحق نمودند. درباره اربعین سید و شهدا و زیارت امام حسین در این روز نقل های تاریخی مختلفی وجود دارد که همگی حاکی از آن است که سنت و رفتار مداوم شیعیان از زمان امامان معصوم علیه السلام بر برپایی و احیای سنت زیارت اربعین قرار داشته و حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز به این شعیره عظیمه پایبند بودند. مشایه که به معنای پیاده روی زائران عربعین حسینی می باشد یکی از سنت های مذهبی رایج در میان شیعیان عراق است که از گذشته های بسیار دور با قدمتی چند صد ساله محبان اهل بیت از نقاط مختلف عراق به طرف کربلای معلا و با هدف زیارت عربعین حرکت می کردند. بیشتر زائران اربعین از مسیر نجف به سمت کربلا می آمدن و از همان سالهای دور در طول مسیرهای راهپیمایی جایگاههایی برای پذیرایی از زائران توسط مردم عراق و اشایر و روستاهای این محدوده به وجود آمده است طی چند صد سال گذشته تا کنون رسم بر این بوده که شیعیان عراق با نزدیک شدن ایام اربعین از شهرهای خود به سمت کربلا حرکت می کردن و در مسیر اصلی نجف به کربلا که حدود 80 کیلومتر بوده و معمولا حدود دو الا سه روز به طول می انجامیده با راهپیمایی و پای پیاده خود را به کربلا می رسندند. در زمان حکومت صدام محدودیت هایی در اجرای این مراسم اعمال شد ولی با سقوط حزب بحث در سال 2003 میلادی این مراسم دوباره احیا شد و از آن سال تا کنون همه ساله علاوه بر شیعیان عراق شیعیان کشورهای دیگر به ویژه ایران نیز به راهپیمایی اربعین افسوده شدند این راهپیمایی طی سالهای اخیر به صورت بسیار با شکوه تری برگزار می شود و علاوه بر شیعیان گروههایی از اهل تسنن، مسیحیان، ایزدیان و پیروان دیگر مذاهب نیز در پیاد روی اربعین حضور می آوند. در سالهای اخیر میلیون ها نفر در این راهپیمایی شرکت می کنند به گونه ای که این رویداد را بزرگترین گرد همایی سالانه مذهبی در جهان دانستند. درباره تعداد حاضران در این راهپیمایی آمارهایی بین دوازده تا 20 میلیون نفر بیان شده است. مشایع یا پیاده روی اربعین در عراق با آداب و آینهایی از جمله خانی و پذیرایی از ایران توسط اشایر هاشی رود فرات همراه است. آین ازاداری اربعین از پنج روز مانده به اربعین با ورود کاروان ها و تعذیه گردانان با اجرای شبیه خانی آغاز می شود. پس از آن دسته های سین زنی و زنجیر زنی وارد شده و مراسم اصلی در روز اربعین دو ساعت گذشته از ظهر آغاز می شود. زائران پس از ورود به کربلا نزدیک در ورودی حرم امام حسین ایستاده و در حالی که بر سینه های خود میزنند مرسی ای را میخوانند و تکرار میکنند و در پایان سینه زنی دست ها را به نشانه سلام و تهیت بالا میبرند. پذیرایی از زائران یکی از رسوم بجامانده از گذشته های دور است که در میان مردم عراق تا کنون با شور و شوق فراوان رواج داشته و شیعیان عراق با جان و دل و بعضا بزل تمامی مال خیش و اهدای نزورات و حضور شبان روزی در جایگاه های مخصوص از زائران عربین عبا عبدالله به بهترین شکل ممکن پذیرایی موده و یا برای اسکان آنان را جای میدهند اشایر هاشی رود فرات در ایام مراسم پیاده روی چادرهای بزرگی در مسیر پیاده روی برپا می کنند که به آنها موکب یا مزیف می گویند و زائران را برای پذیرایی و استراحت در آنها جای می دهند ها و موسسات و مجموعه های مذهبی عراق موکب های بسیاری برپا می کنند و به صورت رایگان به زائران خدمات می دهند مدیریت موکب ها به شکل مردمی و مستقل از دولت ها انجام می شود. شاید بتوان گفت که بیش از 90 درصد موکب ها و همچنین پذیرایی ها از زائران اربعین و تهیه امکانات لازم برای برپایی راه پیمایی بزرگ اربعین و احتمام بر این شعیره عظیمه توسط مردم عراق صورت می پذیرد و البته درصد کمی هم در این میان طی چند سال گذشته شامل برخی از مساعدت ها و موکب های مردمی است که از دیگر کشورها از جمله ایران، افغانستان، هند و پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صورت میپذیرد. علی اکبری اخبار شیعه